نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 27 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با وامهایی که با چند درصد سود به مشتریان داده می شود فرمودند اگر این گونه وام ها جنبه ربا داشته باشد مطلقاً جایز نیست، چرا که از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در این روایت 5 گروه را که در ارتباط با ربا هستند لعنت فرمودند: رباخار، فروشنده مال ربوی، ربا دهنده، کسی که ربا را محاسبه می کند و شهود قرار داده ربا. معظم الله در ادامه فرمودند اگر این وام ها تحت عنوان مضاربه یا سایر عقود شرعی از سوی بانک ها پرداخت می شود، اگر واقعا شروط مضاربه در آن رعایت می شود اشکال ندارد و حتی اگر به خاطر اصل صحت به آن مضاربه گفته می شود باز هم اشکال ندارد، اما اگر فقط از لفظ مضاربه استفاده شده ما شرایط مضاربه در آن عمل نمی شود، ببخشید، اما شرایط مضاربه در آن عمل نمی شود، ربا محسوب می شود. ایشان در ادامه فرمودند ربا دادن به کافر جایز نیست، اما ربا گرفتن از کافر حربی بنابر قول مشهور جایز است. البته روایات صحیحه هم وجود دارد و جماعتی از فقها نیز به آن عمل کردند و من هم این مسئله را بعید نمی دارم که ربا گرفتن از کافر ولو غیر حربی، چه معاهد، چه مشرک، چه اهل کتاب، بنابر این قول مطلقا اشکال ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. حالا استاد که این بحث رو من همکاری کردم با بانک مرکزی، ایشون رو سوال کردم گیر توی عقود همینجوری که چون اونا سعی میکنن در قالب عقود بیارن، بله دارم کردن، ولی عملا تو اجرا مشکل دارم. این اکتشاف فرمودی مهم نیست، اینا میگفتن این کارمند بانک موظفه به این آقایی که میگه من وام میخوام بگه آقا من مثلا میتونم به جاله بدم، میتونی بری بیاری یه کاری، من میتونم به تو فروش اقساطی بدم ده. اما در اجراءات حضرت علی فرمودید مهم نیست. ما خیلی گیر داشتیم که این موضوع که افرادی تو بانک مستقر بشن به این آقا بگه آقا این بانکی که میدونی میدونی چیه، تو جاله یعنی این بگی فلان جای خونه رو تعمیر کنی در قبالش این پول رو اینجوری جد میگه اینا رو بلش کن کجا رو امضا کنم. گیرم اون حرمته رو این بود. بله نه ببینید، اگر علا کل صورتن قبول داره، ولو اگه بهش بگن چیه تو امضا کردی میگه نمیدونم همین. این جهت اشکال نداره، مگر اینکه اون اصل اشکال داشته باشه. اگه اصل اشکال نداره نه، این که نمیدونه اما قبول داره. مثل که به یک کسی گفت برو یه دختر عثمان عقد کن، این هم رفت یه دختر عثمان عقد، اصلا نمیدونه این دختر چند ساله است، باکره است، باکره نیست، چیه، اونم مطلق گفته عقد صحیحه. یعنی ببینید اگر قبول کرد به کل صور و اما این صورت رو بالخصوص نمیدونه اشکال نداره. سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود: کیفیت بهره بردن زوج و زوجه از ارث یکدیگر، حکم نهی در برخی از عبادات، شرایط استطاعت در حج و چگونگی شفاعت امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام در روز قیامت از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد. لازم ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه 6، رأس ساعت 11 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره 100 فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.